سلام به همه دوستان عزیز، به کانال آموزشی ما خوش اومدید. خب همونطور که از ابتدای ویدیو متوجه شدید، موضوع ویدیو امروز ما درباره ساختن یک شعله افکن یا سرپیک جوشکاری هست. خب برای شروع کارمون احتیاج به یک پوکه فشنگ داریم. ما از یک پوکه کالیبر 7.92 میلیمتر استفاده میکنیم که متعلق به سلاح برنو هست. خب تو این قسمت لازمه که با یک مته سایز 6 دو قسمت چاشنی پوکه یک سوراخ بزنیم یا سوراخ ایجاد کنیم. برای این کار قبلش دور پوکه یک دستمال می‌بستیم و اونو به یک گیره محکم می‌کنیم. خب اینجا مشاهده میکنید که با درل تونستیم قسمت چاشنی پوکه رو سوراخی به سایز 6 میلیمتر ایجاد کنیم. برای ادامه کار احتیاج به یک سرپکنیکی داریم، فرق نداره کوچیک یا بزرگش، و همونطور که میبینید قسمت سری و پستانک اون رو باز میکنیم تا برای ادامه کار ازشون استفاده کنیم. خب بعد از جدا کردن اجزای سرپکنیکی از هم دیگه، قسمت سرشعله اون رو به گیره محکم میکنیم تا قسمت بوشن مانند اونو که پستانک درونش بسته میشه رو از قسمت شعله پخش کنش جدا کنیم. خب بعد اینکه بوش یا بوشن سرپکنیکی رو که از شعله پخش کن جداش کردیم، بایستی اونو به ته پوکه فشنگمون یا قسمت چاشنی اون که با درل سوراخش کردیم متصلش کنیم. برای اینکه بتونیم این دو تا قطعه رو به دیگه متصل کنیم، بایستی از جوش برنج یا اصطلاح دیگرش ما میگیم لحیم سخت استفاده کنیم. قبلش دو تا قطعه رو بین گیره محکم میکنیم که تا تکون نخوره. خب برای لحیم کاریمون سرپک رو برمیداریم، شیر کپسول اکسیژن رو باز میکنیم و همینطور شیر سیلند گاز مایع، و بعد پیچ تنظیم کننده فشار خروجی مانومتر رو باز میکنیم و یک سیم جوش برنج برمیداریم و همینطور پودر مخصوص تا بتونیم دو تا قطعه رو به دیگر جوش بدیم. خب بعد از جوشکاری قطعمون اون از گیره باز میکنیم. الان این قطعه که مشاهده میکنید تقریبا سری شعله افکنمون هست که دیگه تقریبا آماده شده و اونو کنار میذاریم و میریم برای ادامه کار.
برای ساختن شعله افکنمون احتیاج به مقدار لوله داریم. خب ما از لوله مسی سایز 6 استفاده میکنیم که تقریبا طولش 30 سانت باشه، کافیه. خب با انبردست یه سر لوله مسیمون رو پلم میکنیم و داخل لوله رو با مقدار نمک یا آرد، فرقی نداره، داخل لوله رو پر میکنیم و بعد از پر کردن سر لوله رو پلم میکنیم که مانع خارج شدن نمک از داخل لوله بشه. خب تو اینجا مشاهده میکنید که وقتی که لوله از نمک پر شد، سر دیگه اون رو با انبر پلم کردیم. دلیل این که داخل لوله رو بایستی با نمک یا آرد پر کنیم اینه که لوله مسی یا هر لوله دیگه موقع این که میخوایم بهش شکل بدیم، خمش کنیم یا به صورت دایره شکل انحنا بهش بدیم، به خاطر اینه که موقع خم شدن لوله یکی این که نشکنه و دیگه این که مسیر لوله بسته نشه. خب تو این قسمت یک لوله 1/2 اینچ رو به گیرمون محکم میکنیم و لوله مسی رو که قبلا آماده شده رو به دور اون به شکل دایره شکل در میاریم. ما تقریبا 2 تا 2.5 دور لوله مسی رو دور این انحنا میدیم و به همین شکلی که مشاهده میکنید در میاریمش. دوستان عزیز، این لوله مسی رو که می‌بینید به این شکل درآوردیم، بدنه شعله افکنمون هستش که سوخت رو از پکنیک به سر شعله افکن منتقل می‌کنه. خب بعد از فرم‌دهی به لوله مسیمون، بایستی سر و ته لوله رو که با انبر پلمب کرده بودیم رو با کمونره یا سنگ فرز برش بدیم و اینکه نمک داخل اون رو به طور کامل تخلیه کنیم. تو این قسمت پستانکی که از سر پکنیکیمون جدا کردیم رو بایستی تو سر لوله مسی جا بزنیم و این دو قطعه رو با همدیگه جوش بدیم. برای جوش هم که همونطور که دیدید طبق روال قبلی از زردجوش یا لحیم سخت استفاده میکنیم. خب لوله مسی رو به گیره محکم میکنیم و بعد از جا دادن پستانک و لوله مسی رو با زردجوش به همدیگه متصل میکنیم و هر دو قطعه بایستی خوب به هم دیگه جوش بخورن و متصل باشن و هیچ جای یا فضای خالی نشته باشن که بدن مشکل نشت گاز پیش نیاد. خب بعد از جوش خوردن پستانک با لوله مسیمون، همونطور که مشاهده میکنید سر شعله افکنمون که قبلا ساختیمش به راحتی در خود پستانک بسته میشه و سر شعله افکن اون قسمت بوشن مانندش که در پستانک بسته میشه همون سر پکنیکیمون هستش که برشش دادیم و به ته پوکه جوشش دادیم. خب این قطعه که تو تصویر مشاهده میکنید اسمش هست مهره سر پکنیکی با رابطه تزریق، به سر انواع پکنیک ها بسته میشه و برای تزریق گاز مایع استفاده میشه، یعنی از کپسول به پکنیک یا از پکنیک به هر سیلندر دیگه میتونیم از این استفاده کنیم. خب همونطور که تو این قسمت میبینید بایستی مهره سر پکنیکی با رابطه
تزریق رو به سر دیگه لوله مسیمون متصلش کنیم. این کار برای وصل شدن شعله افکنمون به پکنیک هستش. خب همونطور که تو تصویر مشاهده میکنید، مهره سرپکنیکی رو با زرجوش به لوله مسیمون محکمش میکنیم. دلیل استفاده ما از زرجوش اینه که لحیم سخت یا زرجوش تاب یا توان تحمل حرارت رو داره، ولی ما میتونیم از لحیم معمولی استفاده کنیم، ولی خب با داغ شدن شعله افکنمون لحیم معمولی آب میشه و میریزه. خب بعد از جوش دادن مهره سرپکنیکی رو به روی یک پکنیک می‌بستیم و میریم سراغ سر شعله افکن که قبلا آماده شده رو درست در بالای قسمت لوله مثلی که پستانه قرار داره به روی اون می‌بستیم. دیگه کاملا شعله افکن ما آماده شده. خب شعله افکن ما به طور کامل آماده شده و دیگه کارش تموم شده. تو این قسمت میبینید که ما از یک سنباته نرم برای جلا دادن و سیقل دادن بدنه شعله افکنمون استفاده میکنیم. این کار دل بخواهیه، اگه دوست داشتید میتونید انجامش بدید. خب اینجا مشاهده میکنید که دیگه داریم شعله افکن رو میبستیم. فقط یک نکته ای داره، این مهرهای سرپکنیکی زیرش یک اورنگ لاستیکی داره که قبل بسته شدن حتما باید اون اورنگ رو بگذارید بعد محکمش کنید. خب دوستان عزیز، همونطور که مشاهده کردید شعله افکن ما داره بدون هیچ مشکلی کار میکنه. این مدلی که ما ساختیم به خاطر اینکه به پکنیک وصل میشه مدت زمان خیلی بیشتری جواب میده نسبت به شعله افکنهایی که به کپسول های اتم گاز وصل میشن. اونا کمتر از یکی دو ساعت تخلیه میشن و مجددا بایستی بریم کپسول اونا رو دوباره تهیه کنیم که قیمت بالایی داره، ولی ما به هر مدل پکنیکی میتونیم شعله افکنمون رو وصل کنیم، با قیمت خیلی کمتری هم شارژ میشه و نسبت به اون شعله افکن ها این مزیت رو داره. دوستان عزیز ممنون از شما به خاطر تماشای ویدیو. اگه ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.